سلام، دوشنبه 10 دی 97، 31 دسامبر 2018 میلادی. در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه 9 روز اعتراض کشاورزان اصفهان پشت سر گذاشته شد. کشاورزان خواستار حقابه از زاینده رود هستند و به درستی مطرح میکنند که اگر چاره ای برای آب نشه از هستی و زندگی ساقط میشن. با فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی داده شده بود، امروز جلوی دانشگاه تهران هم دعوت به تجمع بود. جو شدید امنیتی و نیروهای گارد ویژه دیده میشدند. شعارهایی مثل پشت به دشمن رو به میهن داده شد یا مرگ بر دیکتاتور. اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هم کماکان ادامه داره و خواستار برکناری دکتر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه هستند. در شهر سراب 4 فعال آذری دستگیر شدند: سهند معالی، وحید نوراحمدی، حمید حیدر مزینی و محمد رنجبری. اسامی 4 نفری است که بازداشت شدند. موضوع دوم اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی و تصحیح آمار نرخ تورم رو اعلام نمی‌کنه. معمولا مرکز آمار اول هر ماه و بانک مرکزی پنجم اون ماه آمار اعلام می‌کنه، اما در دی ماه که اعلام شد، بانک مرکز آمار نرخ تورم رو نقطه به نقطه، یعنی در ماه آذر نسبت به آذر سال 96 37.4% اعلام کرد و بانک مرکزی ابتدا 43.8%، ولی بعد از خروجی خودش برداشت و اعلام هم کرد فعلا تا تصحیح آمار اعلام نخواهد کرد. تورم 43% که بانک مرکزی اعلام کرده به واقعیت نزدیکتره، ولی احتمالاً به دلیل اینکه این عدد 40% عددی بود که در زمان احمدی نژاد تورم کشور به اون رسید و کلی محل انتقادات همین آقای روحانی و دیگران بود، بانک مرکزی ترجیح داده که عدد رو فعلا اعلام نکنه. بر صورت چه عددی اعلام بشه چه نشه، چه با هر شاخصی اندازه گرفته بشه یا مثل دوره احمدی نژاد دست ببرن در آمار تقلب کنن، دروغ بگن، واقعیت بیرونی ثابت هست و اون اینکه با سقوط ریال که ناشی از باد کردن ریال و افزایش حجم نقدینگی کشوره، تورم افسار گسیخته‌ای در انتظار کشوره که با کسر بودجه دولت در سال جاری و سال آینده به مراتب تشدید خواهد شد. گمرکات هم اعلام کردن. آمار گمرک ماهیانه که اعلام شده نشون میده که صادرات غیر نفتی کشور در آذر ماه نسبت به ماه قبل از اون آبان ماه 56% کاهش داشته و از 4.3 میلیارد دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. نکته مهم در بررسی صادرات ماه آذر این است که میعانات گازی که یکی از اقلام بزرگ صادرات غیر نفتی محاسبه میشه به صفر رسیده. کل تجارت خارجی کشور هم در این ماه از 7 میلیارد دلار در ماه آبان به 4.2 میلیارد دلار در ماه آذر رسیده. علت این کاهش تجارت کشور، کاهش صادرات غیر نفتی، در درجه اول تحریم های امریکا، مسئله مشکلات بانکی و نقل و انتقالات پول، و در درجه دوم هم مشکلاتی است که دولت روحانی و بانک مرکزی ایجاد کردن، سیاست های سردرگم متغیر که عملا چرخ اقتصاد را از اون که آنچه هم که هست کنتر و سردرگمتر کرده.
وزارت صنعت و معدن و تجارت هم اعلام کرده که تولید خودرو در آذر ماه نسبت به آذر سال گذشته 72% کاهش داشته. یک سال قبل در ماه آذر 137,000 خودروی سواری در ماه تولید شده بود، در حالی که در آذر 97 تنها 38,000 سواری تولید شد. مشکلات کارخانجات خودروسازی که ناشی از عمدتاً کارخانجات قطع سازی است و همینطور نبودن نقدینگی، سردرگمی در تجارت خارجی میتواند تبدیل به مشکل بزرگی بشه که چند میلیون کارگر و خانواده ای رو که از صنعت خودروسازی در ابعاد و لایه‌های مختلفش تغذیه می‌کنند با مشکل مواجه کنند. آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم عنوان کرده که اروپا نتوانسته کانال ویژه مالی رو نهایی کنه. قرار بود تا آخر سال 2018 یعنی تا امروز اروپا ترتیب این کانال ویژه مالی رو بده، ولی عملا اتفاقی نیفتاد. موضوع سوم این که وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی امروز دوشنبه بعد از جلسه شورای معاونین وزارتخانه از همکارانش خداحافظی کرده و عملا استعفای او علنی شده. هنوز آقای روحانی استعفاشون نپذیرفته، اما آقای هاشمی اعتراضش به کس بودجه است که به وزارتخونه داده شده، به خصوص برای طرح درمانی که او با خودش آورد، خدمات عمومی درمانی که قرار بود از محل حذف یارانه های سوخت سالیانه مبلغی برای این طرح اختصاص داده بشه، در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و چند میلیون بیمه شده ای که دولت باید حق بیمه اونها رو می پرداخته عملا بلا تکلیف شدن و بدهی به شرکت های بیمه از سوی دولت منجر به بدهی شرکت های بیمه به بیمارستان ها شده و عملا وضعیت بیمارستانی و درمانی کشور رو آشفته کرده. محمد جواد حاجی‌علی اکبری از شاگردان درس آقای خامنه‌ای که به مسئولیت ستاد ائمه جمعه هم رسیده بود، طب امروز با طی حکم آقای خامنه‌ای به عنوان یکی از امام جمعه های تهران هم منصوب شد. او که در واقع نسل جوانتر محسوب میشه با 54 سال سن، از کسایی است که مستقیما با مجتبی خامنه‌ای متصله و این روندی که مدتی است در بین ائمه جمعه، در بین شوراهای تامین استان، حتی شهرستانها شروع شده، اینکه آدمهای وفادار به مجتبی خامنه‌ای و همسن و سالهای او رو دارن جایگزین قبلیها میکنن. ضمناً او از کسانی است که در دوره احمدی نژاد مدتی با او بود، مسئول جوانان بود و عنوان کرده بود یک بار که دولت احمدی نژاد هدیه امام زمان به مردم ایرانه. البته بعداً با اختلافاتی که احمدی نژاد با بیت پیدا کرد، او هم علیه احمدی نژاد شد. اما موضوع آخر این که آقای محسن رضایی با اظهار نظر و دروغ آشکاری که در توییتر نوشت که عملیات کربلای 4 عملیات فریب بود و بعد ما عملیات بعدی رو انجام دادیم، کربلای 5، موجی از مخالفت علیه خودش برانگیخت، تا جایی که قاسم سلیمانی هم انتقاد کرد و گفت کربلای 4 عملیات اصلی بود ولی موفق در اون نشدیم و با عملیات کربلای 5 هم موافق نبودیم، اما آقای هاشمی موافق بود. آقای محسن رضایی بعد از این امواجی که از جاهای مختلف علیه او صحبت شد، حرف خودش رو در تلویزیون تعدیل کرد و گفت که بله، عملیات
اصلی بود، اما ما اون رو تبدیل به فریب دشمن کردیم. البته باید گفت که کربلای چهار و کربلای پنج دوتا از فجایع دوره جنگ ایران و عراقه که به دست محسن رضایی، هاشمی رفسنجانی، شخص آقای خمینی که مسئول ارشد بود و سایر اعوان و انصار این حضرات به وقوع پیوست و بیش از 40,000 جوان کشور کشته، مفقود یا مجروح در دو عملیات ناموفق به خصوص اولی لو رفته شدند. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.